سلام، حتما این روزا خبر چهارمین پرتاب آزمایشی موشک استارشیپ شرکت اسپیس‌ایکس رو شنیدید و فیلم‌ها و ویدیوهای زیادی ازش دیدید. این پرتاب واقعا فوق‌العاده بود و اینکه تمامی مراحل پرتاب و فرود اون به صورت مستقیم از طریق ویدیو مخابره شد، اون رو حیرت انگیزتر کرده بود. من قبلا یه ویدیو مفصل در مورد پروژه استارشیپ شرکت اسپیس‌ایکس ساختم و در مورد بحث فرود عمودی موشک‌ها هم توی اون ویدیو صحبت کردم. بعد از پرتاب آزمایشی دوم هم دوباره یه ویدیو دیگه ساختم و به تحلیل اون پرتاب پرداختم. اینجا نمیخوام مطالب تکراری رو مطرح بکنم و میخوام این پرتاب چهارم رو به طور دقیق تحلیل بکنم و ببینیم که چه نکات علمی و فیزیکی میشه از اون یاد گرفت. از هر فرصتی برای یادگیری بعد استفاده کرد. گفتم نمیخوام مطالب تکراری بگم، ولی اول ویدیو مجبورم یه مرور کوتاه داشته باشم از بحث این پروژه استارشیپ که اصلا اونایی که در جریان نیستن بدونن قضیه از چه قراره. موشکایی که از ابتدای عصر فضا برای فرستادن ماهواره یا انسان یا هر چیز دیگه‌ای به فضا فرستاده می‌شدن، موشکای خیلی بزرگی بودن که قسمت بزرگی از اونها مخزن سوخت و اکسید کننده لازم برای سوختن اون سوخت بوده، به همراه موتورهایی که از این سوخت استفاده می‌کردن و نیروی رانش کافی برای بلند شدن موشک از زمین رو ایجاد می‌کردن. برای موشک‌های قدیمی‌تر تقریباً 100 برابر وزن و ابعاد چیزی که می‌خواد به فضا فرستاده بشه، باید یک موشک ساخته می‌شد که اون رو به فضا حمل بکنه. و این عدد برای بهترین موشک‌های فعلی به حدود 30 تا 50 برابر رسیده. این قسمت عظیم موشک که فقط کارکردش خارج کردن اون محمول از جو زمین بود، بعد از انجام مأموریتش توی جو رها می‌شد و به سمت زمین سقوط می‌کرد که معمولاً توی اقیانوس سقوط می‌کرد و دیگه قابل استفاده نبود و اگه می‌شد بقایاش رو پیدا کرد، صرفاً می‌شد مواد اولیه اون رو بازیافت کرد. این موضوع باعث میشه که هزینه ارسال هر چیزی به فضا به شدت زیاد باشه و به صورت میانگین بین 10 تا 20 هزار دلار به ازای هر کیلوگرم در بیاد. البته این عدد در ابتدای عصر فضا از 1 میلیون دلار به ازای هر کیلوگرم شروع شد و بعدها توی شاتل فضایی تونستن اون رو به 54 هزار دلار به ازای هر کیلوگرم برسونن و بعدها تونستن اون رو به این عددی که گفتم برسونن. شرکت اسپیس ایکس در سال 2002 تأسیس شد و هدفش کاهش این هزینه بود. اونها برای این کار شروع کردن روی موشک‌هایی کار کردن که اون قسمت موشک که ابعاد و وزنش از همه بیشتره و نقشش صرفاً خارج کردن محمول از جو زمینه رو بتونن به صورت سالم روی زمین فرود بیارن. اونها بعد از سعی و خطای زیاد و بعد از سال‌ها با موشک فالکون 9 و بعدها موشک فالکون هیوی تونستن تا حدودی به این هدف دست پیدا کنن و هزینه ارسال محموله به فضا رو به حدود 1500 تا 2500 دلار به ازای هر کیلوگرم برسونن. این که گفتم تا حدودی تونستن به این هدف برسن، به خاطر این بود که موشک‌های اونها هم به طور کامل قابل بازیابی نیست. مرحله اول موشک فالکون به زمین برمیگرده و کاملا سالم عمودی روی زمین فرود میاد. با تابحات بیش از 300 بار تونستن این کار رو انجام بدن. ولی یه مرحله دومی داره که بعد از جدا شدن مرحله اول، کار رسوندن محموله به مدار مورد نظر یا رها کردن اون در فضا رو انجام میده که این مرحله دوم بازیابی نمیشه و مثل موشک‌های قبلی توی جو زمین رها میشه و از بین میره. از سال 2017 شرکت اسپیس ایکس شروع کرد کار کردن روی موشکی که خیلی از اون موشک فالکون بزرگتر و محموله‌های بزرگتری میتونه به فضا حمل کنه و کاملا و به صورت 100% قابل بازیابیه، یعنی هیچ جزئی از موشک توی فضا رها نمیشه. این موشک جدید که بهش استارشیپ میگن از دو مرحله تشکیل شده که یکی بوستر سوپر هویه که مرحله اول این موشک به حساب میاد و مرحله دومش فضاپیمای استارشیپه که محموله اصلی یا فضانوردا تو این قسمت قرار میگیرن. قراره که هر دوتا این مراحل بتونن به صورت عمودی و سالم روی زمین فرود بیان و برای پرتابهای بعدی استفاده بشن. شرکت اسپیس ایکس اول مرحله دوم فضاپیمای استارشیپ رو ساخت و طی چندین پرتاب آزمایشی اون رو تا ارتفاع حداکثر 10 کیلومتری پرتاب کردن و در نهایت توی آخرین آزمایش تونستن رو موفق فرود بیارن. برای خیلی سوال بود که چرا این شرکت با اینکه تونسته بود چند صد بار موشک بوستر فالکون رو به صورت سالم و عمودی فرود بیاره، ولی چرا انقدر توی فرود آوردن این موشک استارشیپ مشکل داشت؟ خب باید بگم که اون بوستر مرحله اول فالکون 9 که فرود میاد حدود 40 متر ارتفاع داره و وزن خالی بدون سوختش حدود 25 تنه، ولی وزن خالص استارشیپ 100 تنه و ابعاد خیلی بزرگتری داره و برای همین کنترل و فرودش خیلی سخت‌تر میشه. همزمان با آزمایش‌های اون مرحله دوم، مرحله اولش که اسمش بوستر هوی بود و یک موشک 71 متری با وزن خالص 200 تن بود که 33 تا موتور رپتور داشت،
طراحی و ساخته شد و از پارسال تا الان این دو مرحله 4 بار با همدیگه آزمایش شدن. توی 3 آزمایش قبلی قبل از تمام شدن آزمایش بخشی از موشک به مشکل خورد و به هدف نهایی خودش نرسید. ولی سیاست اسپیس‌ایکس همینه که تون پشت سر هم آزمایش کنه تا بتونه با هر پرتاب مشکلات رو برطرف کنه. به جای اینکه بخواد وقت خیلی زیادی روی بهینه کردن یکی از این آزمایشا بذاره و برخلاف انتظار این باعث شده که توی هزینه‌ها خیلی صرفه‌جویی بشه. در عمل هم واقعا هر آزمایش از آزمایش قبلی موفقیت‌آمیزتر بود. برنامه اول این آزمایش‌ها این بود که استارشیپ با کمک بوستر هوی به مدار زمین برسه، بوستر اون جدا بشه و روی آب به صورت عمودی فرود بیاد و مرحله دومش بعد از اینکه تقریبا 1 دور زمین زد، وارد جو زمین بشه و اونم توی اقیانوس فرود بیاد. توی آزمایش اول 4 دقیقه بعد از پرتاب و قبل از جدا شدن دو مرحله از هم، موشک از کنترل خارج میشه و سیستم ایمنی اون فعال میشه و موشک منفجر میشه. در آزمایش دوم دو مرحله از هم جدا میشن ولی هر دو بعد از مدتی منفجر میشن. توی پرتاب سوم جداسازی به خوبی انجام میشه و استارشیپ به مدار زمین میرسه و دور زمین میزنه، ولی در ورود به جو از بین میره. بوستر اون هم نمیتونه موتورهاش رو برای فرود روشن کنه و اون هم توی آب سقوط میکنه. ولی توی آزمایش چهارم همه مراحل به خوبی انجام میشه و هر دو قسمت موشک میتونن موفقیت‌آمیز روی آب فرود بیان. حتما میپرسید یعنی چی روی آب فرود میان؟ مگه میشه روی آب هم فرود اومد؟ خب ببینید، برای این فرود اولیه ریسک زیاد بود که اون رو بخوان روی زمین و در نزدیکی اون سکوی پرتاب و اینها فرود بیارن. برای همین اون فرود روی سطح زمین رو روی آب شبیه سازی کردن، یعنی به صورت عمودی به سطح آب نزدیک میشه و وقتی که به سطح آب میرسه سرعتشو به صفر میرسونه، که یعنی انگار روی زمین فرود اومده و بعد دیگه رها میشه و توی آب سقوط میکنه. ایلان ماسک صاحب شرکت اسپیس ایکس گفته که آزمایش بعدی فرود روی زمین خواهد بود و همونطور که قبلا توی ویدیو مفصلی توضیح دادم، این شرکت میخواد که این بوستر و موشک خودش رو با کمک بازوهایی که روی اون برج پرتاب نصب شدن توی هوا بگیره. برای اینکه بدونید چرا میخواد این کار بکنه و مزایاش چیه، همون ویدیو قبلی رو ببینید. خب بیاید مراحل این آزمایش رو با همدیگه ببینیم و ببینیم که چه نکات علمی میشه ازش یاد گرفت. قبل از پرتاب فیلم هایی که از سر هم کردن و تست های نهایی دو مرحله استارشیپ منتشر شد نشون میده که از کاشی های حفاظ حرارتی که یک سطح این موشک رو پوشونده، دو تاش نیست و یکیش هم ضخامت کمتری داره. شرکت اسپیس‌ایکس اعلام کرد که این کار عمدی بوده و برای تست تأثیر کنده شدن این کاشی‌ها روی بدنه موشک انجام شده. در ادامه این ویدیو وقتی به بخش ورود به جو استارشیپ رسیدیم، در مورد این موضوع داغ شدن موقع ورود به جو بیشتر توضیح میدم. بعد از قرارگیری دو مرحله روی هم، درست 1 ساعت قبل از پرتاب، سوخت به موشک تزریق میشه. سوخت این موشک متانه به همراه اکسیژن که برای سوختن این متان لازمه. دلیل اینکه این کار درست قبل از پرتاب انجام میشه اینه که سوخت و اکسید کننده هر دو گازهایی هستن که در دمای خیلی پایین به صورت مایع نگهداری میشن، که دلیلش هم اینه که سوخت به صورت مایع میتونه در مقادیر خیلی بیشتری توی اون مخازن جا بگیره، ولی وقتی به صورت گاز باشه خیلی مقدار کمتری سوخت رو میتونن توی اون مخازن جا بدن. این مایعات فوق سرد وقتی وارد مخزن سوخت میشن، شروع به گرم شدن و تبدیل شدن به گاز میکنن که برای کنترل فشار مخزن باید این گاز اضافه از طریق دریچه و منفذهای خارج بشه و اگه مدت زیادی این اتفاق بیفته باید دوباره سوخت مایع سرد رو جایگزین کنن. از طرفی نگهداری سوخت و اکسید کننده در دو مخزن کنار هم برای مدت طولانی کار عاقلانه ای نیست، مثل یک بمب آماده انفجاره. دلیل این بخار سفیدی که میبینیم معمولا از این نوع موشک ها خارج میشه دقیقا همین گاز اکسیژن و متانیه که داره از این سوپاپ های اطمینان موشک خارج میشه و چون خیلی سرده رطوبت هوای اطرافش رو میان میکنه و حتی منجمد میکنه و چیزی که میبینیم در واقع بیشتر بخار آب و قطعات ریز یخیه که اطراف این گاز خارج شده شکل گرفتن. در لحظه پرتاب 33 موتور رپتور این موشک روشن شدن که البته چند ثانیه بعدش یکیش خاموش میشه. ظاهرا تا 3 تا موتور هم اگه از کار بیفته باز این موشک میتونه به جو برسه. توی پرتاب آزمایشی اول هیچ سیستم منحرف کننده‌ای برای این گازهای خروجی موشک روی سکوی پرتاب نصب نشده بود و باعث شد که سکو آسیب جدی ببینه و تیکه‌هایی از اون به اطراف پرت بشه و به تجهیزات اطراف هم آسیب بزنه و حتی میتونست به خود موشک هم آسیب بزنه. برای پرتاب آزمایش دوم به بعد یک سیستم منحرف کننده شعله و یک آبپاش برای کنترل قدرت گازهای خروجی نصب شد و دیگه آسیبی به سکوها نرسید. دلیل این که از اول شرکت اسپیس ایکس این سیستم منحرف کننده گازهای خروجی موتور رو روی اون سکوی پرتاب نصب نکرده بود، برای این بود که آزمایش کنن ببینن میتونن بدون اون هم قصر در برن یا نه. در واقع این شرکت هر کاری رو که بتونه برای کاهش هزینه های پرتاب موشک انجام بده تست میکنه و اگه جواب نداد خب مجبور اون خرج رو بکنه.
هرچی موشک بالاتر میرفت موتورهای بوسترها به مرور خاموش میشدن، چون هرچی بالا میرفت وزن موشک به خاطر مصرف سوخت کمتر میشه که اینجا توی این میزان سوخت مصرفی داریم میبینیم و بنابراین نیروی کمتری لازم داره که شتاب بگیره، پس دیگه لازم نیست همه موتورهاش روشن باشن. در نهایت به مرحله جدایش داغ رسید. جدایش داغ یعنی قبل از جدا شدن موتورهای مرحله اول روشن میشه و یه جورایی به هول دادن و جدا کردن مرحله یک کمک میکنه. این مرحله توی دوتا پرتاب قبلی هم به خوبی انجام شده بود. بعد از اینکه بوستر جدا شد و در حالت افقی قرار گرفت و موتورهاش خاموش شد، مدتی رو هنوز داشت ارتفاع میگرفت، چون بالاخره وقتی یه چیزی با سرعت زیاد داره رو به بالا حرکت میکنه، حتی بعد از قطع شدن نیروی بالا برنده مثل هر حرکت پرتابی دیگه‌ای مقداری بالا میره و به نقطه اوج میرسه و بعد شروع به سقوط میکنه. در اینجا یه مرحله اتفاق افتاد که احتمالاً فقط توی این آزمایش به صورت موقتی اجرا شد. بالای بوستر یک حلقه نصب شده که کمک میکنه که این جداسازی داغ انجام بشه و به خود بوستر آسیبی نرسه. ولی چون هنوز فکری برای پایداری موشک با وجود این حلقه نکردن و احتمالاً همین حلقه باعث شد در آزمایش‌های قبلی بوستر کنترل خودش از دست بده، این بار اون رو جدا کردن که اینجا تنها قطعه از این موشکی که رها میشه و به زمین سقوط میکنه و قابلیت بازیابی مجدد نداره. قراره توی نسخه های بعدی این قسمت جزء جدا نشدنی بوستر بشه و همراه باهاش به زمین برگرده و بنابراین موشک به طور کامل قابلیت استفاده مجدد داره. در هنگام سقوط قسمتی رو به صورت افقی سقوط میکنه که مقاومت هوا بتونه سرعت بوستر رو کم بکنه. دقت کنید اینجا ما اصلا سپر حرارتی و از اون کاشی های سیاه نداریم، چون این بوستر در مرز جو و با سرعت کمی وارد جو میشه و بنابراین دماش در اثر برخورد با جو زیاد نمیشه و نیازی نیست که دمای زیادی رو تحمل بکنه. بالاهای مشبکی که با سرعت بالا کنترل میشدن جهت قرارگیری این قسمت رو کنترل میکنن و همونطور که میبینید تا ارتفاع 1 کیلومتری سطح زمین هنوز موتورهای بوستر خاموشه و در واقع سقوط آزاد میکنه و در 1000 متر نهایی که 13 موتور مرکزی رو روشن میکنن که البته یکیش روشن نمیشه و آتیشی که در نمای بیرونی این فرود میبینیم احتمالا مربوط به همین موتوره که آتیش گرفته و در نهایت سرعت موشک رو در چند ثانیه به کمتر از 10 کیلومتر در ساعت میرسونه و موشک روی سطح آب قرار میگیره و البته بعدش کج میشه و میفته توی آب. دقت کنید سرعتش به 9 کیلومتر در ساعت هم رسید و وقتی داشت برمیگشت و چپه میشد سرعت بالای 100 رو نشون میده که این یعنی سنسور سرعت در نوک این موشک بوده که موقع چپه شدن سرعت زیادی به خودش گرفته. اگه سنسور پایین توی قسمت موتورها بود احتمالاً این سرعت رو ثبت نمی‌کرد. جالب اینجاست که توی این آزمایش برج و بازوهایی که قرار این بوستر رو در آینده توی هوا بگیره همزمان با اینکه بوستر داشت روی آب فرود میومد بازوهاش به حرکت در اومدن و سیستم آپاشی که برای کاهش اثر گازهای موتورها موقع فرود فعال میشن هم شروع به کار کردن. در واقع یه جور فرود مجازی رو تمرین کردن. بوستر وسط اقیانوس فرود اومده ولی برج و بازوها به صورت مجازی اون رو گرفتن. با توجه به اینکه این مرحله از بیرون هم فیلم برداری شده نشون میده که دقیقاً توی همون نقطه فرود اومده که از پیش تعیین شده بود. مرحله دوم یعنی فضاپیمای استارشیپ بعد از جدا سازی از بوستر چند دقیقه رو با موتور حرکت میکنه و وقتی به مدار مورد نظر میرسه موتورهاشو خاموش میکنه و در یک مدار نسبتاً پایدار قرار میگیره. در واقع با خاموش کردن موتورها این بخش هم شروع به سقوط آزاد میکنه، ولی چون در جهت خاص و با سرعت خاص این کار رو انجام میده در واقع حرکت مداری خواهد داشت و ارتفاع سرعتش تغییر زیادی نمیکنه. قبلا توضیح دادم که چطور حرکت های مداری در واقع یه جور سقوط آزاد دائمی هستن که هیچ وقت به زمین نمیرسن. با اینکه ارتفاع 100 کیلومتری از نظر رسمی فضا به حساب میاد، ولی این جایی نیست که بشه در یک مدار کاملا پایدار قرار گرفت، چون هنوز مقدار مقاومت هوا و جو زمین زیاده و سرعت موشک رو به مرور کم میکنه و اون رو از مدار خارج میکنه. ولی سرعت حرکت تو این مدار و سرعت ورود به جو مشابه موشک هایی که در مدار ارتفاع پایین یا بالاتر قرار میگیرن و بنابراین میشد شرایط ورود به جو رو توی همین ارتفاع هم آزمایش کرد. بعد از حدود 40 دقیقه که موشک استارشیپ به بالای اقیانوس هند میرسه شروع میکنه کم کم ارتفاع کم کردن و وارد جو زمین میشه. موقع ورود به جو با برخورد با لایه‌های ضخیم جو گرمای زیادی ایجاد میشه. جالبه که بدونید این گرمای زیاد به خاطر اصطکاک بین مولکول‌های هوا وسط موشک نیست. حداقل بیشترش این نیست. وقتی یه جسم توی هوا حرکت میکنه، هوای جلوی خودش رو فشرده میکنه و هرچی سرعت بیشتر باشه، میزان این فشرده شدن هوا بیشتر میشه و گازها هم وقتی فشرده میشن گرم میشن. این رو هم به صورت تجربی میتونید از گرم شدن هوای فشرده شده توسط یک تلمبه باد احساس کنید و هم به صورت تئوریک با توجه به مفهوم کار مکانیکی و یا مسائل مربوط به گاز کامل و ترمودینامیک میتونید اون رو درک کنید. وقتی موشک به هوا میخوره روش کار انجام میده و این کار یعنی انتقال انرژی جنبشی موشک به مولکولهای هوا. سرعت موشک کم میشه و به جاش جنبش مولکولهای هوا زیاد میشه و داغ میشه
طبق معادله گاز هم وقتی فشار گاز زیاد میشه دماش هم افزایش پیدا میکنه. توی پرتاب آزمایشی قبلی به دلیل گرفتگی خروجی یکی از موشک‌های کوچک هدایت کننده جهت که معمولا در کنارهای موشک کار گذاشته میشه، استارشیپ از کنترل خارج میشه و نمیتونه با اون سمتش که سپره حرارتی داره وارد جو بشه و بنابراین سمت بدون محافظش در معرض حرارت زیاد قرار میگیره و موشک متلاشی میشه. ولی این بار این اتفاق نمیفته و موشک از جهت درست شروع به ورود به جو میکنه و ما نوری که در اثر حرارت زیاد ایجاد میشه رو میبینیم که آروم آروم زیاد میشه. این نور پلاسمایی که اطراف موشک شکل میگیره. پلاسما هم صرفا گاز داغ شده است. دمای این قسمت به حدود 1400 درجه سانتیگراد میرسه. در حالت عادی این پلاسما جلوی امواج الکترومغناطیس رو میگیره و نمیشه تو این شرایط با موشک ارتباط برقرار کرد و یا فیلمی که داره میگیره رو به زمین ارسال کرد. ولی اسپیس ایکس تنها شرکتیه که ابزار لازم برای دور زدن این مشکل رو داره، یعنی ماهواره‌های استارلینک. این ماهواره‌ها که در مدار بالاتر از این موشک قرار گرفتن میتونستن امواج ارسالی دوربین‌هایی که روی موشک نصب بود رو از پشت موشک که پلاسمایی وجود نداره دریافت کنن و اونها رو به زمین مخابره کنن و بنابراین امکان برقراری ارتباط دو طرفه با موشک در تمامی مراحل سقوط و فرود وجود داشت. همینطور که می‌بینید در این مرحله موتورها خاموشن و صرفاً مقاومت هوا داره سرعت موشک رو کاهش میده. این پروسه یکی از راه‌های صرفه‌جویی توی مصرف سوخته که بدون اینکه بخوان با مصرف انرژی زیاد سرعت موشک رو کم بکنن، بزنن خود مقاومت هوا این کار رو بکنه. که البته این داغ شدن بیش از حد و نیاز به طراحی موشک طوری که بتونه این حرارت و فشار تحمل بکنه از عوارض این سیستمه که قطعا میصرفه، چون اگه میخواستن با موتور موشک سرعت اون رو کم بکنن و آروم آروم اون رو وارد جو بکنن که داغ نشه، باید مخازن سوخت چند برابر این ابعادی میبودن که الان هستن و این عملا غیر ممکنه. در حدود دقیقه 57 بود که به نظر میرسید داره یه چیزهایی از موشک جدا میشه. یکی از انواع سپرهای حرارتی که روی موشک‌ها استفاده میشه سپر فرسایشیه که از ماده استفاده میکنن که حرارت رو به خودشون میگیرن و به آرامی خورده میشن و کنده میشن و قبل از اینکه تموم بشن سرعت و دمای موشک به اندازه‌ای کاهش پیدا میکنه که دیگه بدون اونها مشکلی نخواهد داشت. ولی چون اسپیس‌ایکس میخواد موشک‌هاش کاملا قابل بازیابی باشن و برای استفاده مجدد زمانی رو برای بازیابی و چسبوندن سپرهای حرارتی لازم نداشته باشن، از این نوع ماده استفاده نکرده و برای همین هر چیزی که به نظر میاد داره از موشک کنده میشه، یعنی یه جای کار مشکل داره. اینجا به نظر میرسه که حرارت از طریق لوله‌های این باله‌ها به داخل اون نفوذ کرده و داره قسمت‌هایی از اون رو ذوب می‌کنه. از طرف این ذرات زیادی که داره توی فضا پخش میشه نشون میده که قسمت‌هایی از کاشی‌های حرارتی مربوط به این باله‌ها دارن ازش جدا میشن که این باعث افزایش بیشتر حرارت باله و ذوب شدن قسمت‌های بیشتری از اون شد. اینجا بود که به نظر می‌رسید این پایان این آزمایشه و باز هم استارشیپ نخواهد تونست که موشکش رو سالم فرود بیاره. ولی بعد از یک قطعی موقتی توی ارتباط مشخص شد که موشک همچنان در حالت از پیش تعیین شده توی مسیر خودش داره حرکتش ادامه میده و با توجه به کم شدن نور گاز پلاسمای اطراف بدنه به نظر میرسید موشک مهمترین بخش فرود که عبور از داغ‌ترین قسمت مسیر بوده رو با موفقیت پشت سر گذاشته. اینجاست که انتخاب فولاد ضد زنگ برای بدنه موشک اهمیت خودش رو نشون میده، چون اگه از جنس معمول موشک‌های دیگه ساخته شده بود، یعنی آلومینیوم یا مواد مرکب کرمانی، حتما توی این مرحله از هم میپاشید. در مورد این موضوع انتخاب جنس بدنه هم توی همون ویدیوی قبلی مفصل توضیح دادم. در نهایت درست قبل از رسیدن به آب در دقیقه پایانی با مانور چرخشی معروفی که توی آزمایش‌های قبلی مرحله 2 قبلا دیده بودیم، این موشک هم خودش رو به صورت عمودی در میاره و با روشن کردن سه موتور مرکزی خودش که اینجا توی تصویر مشخص نیست ولی اپراتور موشک اون رو تایید کرد، تونست به آرامی روی آب فرود بیاد و بعد هم توی آب چپه بشه. لحظات آخر فرود با شکستن لنز دوربین دیگه تصویر واضحی از روی خود موشک نداریم و احتمالاً به دلیل ناقص بودن بالاها محل فرود استارشیپ حدود 6 کیلومتر با جایی که در نظر گرفته بودن فاصله داشت و بنابراین هیچ تصویری از فرودش از زاویه دیگه‌ای هم در دسترس نیست. بعد از این آزمایش موفقیت‌آمیز شرکت اسپیس ایکس برای پرتاب پنجم آزمایشی داره آماده میشه که قراره توی یک ماه آینده انجام بشه. اگه براتون سواله که چطوری به این سرعت میتونن یک موشک و بوسترش رو بسازن و آماده پرتاب بکنن، خب باید بگم که اونها از قبل ساخته شدن. در واقع این موشک و بوستری که توی آزمایش چهارم تست شد، موشک 29 و بوستر 11 بود که این شرکت ساخته.
حالا همشون هم پرتاب نشدن، بعضیاشون صرفا ساخته میشن و دوباره از هم جدا میشن. ولی همین الان که استارشیپ 30 و بوستر 12 دارن برای آزمایش 5 آماده میشن، دو موشک و بوستر دیگه هم ساخته شده و دارن برای آزمایش‌های بعدی آماده میشن. میتونم بگم که قسمت زیادی از صنعت فضانوردی الان معطل همین شرکت اسپیس ایکس هستن تا بتونه این موشک‌های استارشیپش رو با موفقیت آزمایش و پرتاب بکنه. سفر به ماه، سفر به مریخ، پروژه‌های عظیم فضایی مثل برق خورشیدی فضایی یا ایستگاه‌های فضایی بزرگتر و منظومه‌های ماهواره‌ای عظیم‌تر، همگی منتظر این موشک استارشیپ هستند که بتونه با موفقیت پرتاب بشه و هزینه ارسال به فضا رو به شدت کاهش بده. ماه‌ها و سال‌های هیجان‌انگیزی در انتظار صنعت فضانوردیه. نظر شما چیه؟ منتظر نظراتتون هستم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.